با آنالیا رابطه داشتم، ولی هیچ وقت علیه دست به یکی نکردیم. باشه، ولی اگه به تو آنالیا که از اعتمادم سوء استفاده کردین دوباره اعتماد کنم، یه احمق بزرگم. میدونی که من کاری که باید بکنم و کردم. بهت یه فرصت دوباره دادم تا سقوط نکنی. اشتباهت اینه خودتو برنده میدونی. درسته، مثل همون ماجرای کارولینا که با استفاده ازش به هم آسیب زدی. امیدوارم یادت باشه کی قوی تر از قبل شد. تنها تفاوتی که هست اینه که تو دیگه آنالیا رو نداری که بهت بگه باید چی کار کنی. تو بدون اون هیچی نیستی، معلومه. نمیدونی برای رئیس جمهور شدن چه کارایی ازم ساخته. میدونم چی ازت ساختش گیلرمو، خیلی خوب میدونم. میدونم چه حرومزاده ای هستی. فکر کردی کی هستی که اینطوری با هم حرف میزنی؟ یه بچه پول دار که همه چیز براش آماده و مهیا بوده. فکر کردی اصول اخلاقی داری، ولی با مشاور سیاسی میخوابی تا باید کمک کنه. تو بهش گفتی که به هم بگه بینتون چه خبر بوده؟ حالا فکر کردی این کارا باعث نابودیم میشه؟ گور خوندی پسر. باز دوباره شروع کردی به پافشاری رو حرف خوده. ببین گیلرمو، بهت گفتم که با آنالیا رابطه داشتم، ولی درباره یه کمپین طرف نزدی. فهمیدی؟ میتونی بری و هر کاری میخوای بکنی. نمیترسم. من فقط به خاطر پدرت تا اینجا اومدم بگم از سر رام بری کنار، قبل از اینکه جلوی همه نابودت کنم و قبل از اینکه بی آبرو بشی. فهمیدی؟ تو به هیچی احترام نمیذاری گیلر، حتی به دوستای قدیمی و خانوادت. حالا بهت نشون میدم میشه بدون عوضی بازی کشور رو رهبری کرد. خیلی مراقب قدم بعدیت باش، چون اگه کسی بینمون مخفی کاری داشته باشه اون توی. تو هیچی نمیدونی. مطمئنی؟ باشه برو، مثل دخترها فرار کن. این بلاییه که سر بچه پول دارا، انگلا، کاسلیسا، بچه ننه ها و حرومزاده ها میاد.